از اونجا که خیلی از شما درخواست کرده بود که یه ماشین تصادفی رو بیاییم با هم ارزون بخریم و دوباره بازسازیش کنیم، میخواستم بدونم که آیا این چالش امکان پذیره و آیا ما میتونیم یه ماشین بخریم و خودمون با کمترین هزینه اونو درست کنیم. پس اینجاست که بالاخره بعد از چند هفته ماشین ایدئال رو پیدا کردیم و میخواییم ببینیم اگر میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما به یه مکان خاص رفتیم که به عنوان بهشت ماشینا شناخته میشه. برای ما گزینه مختلفی وجود داره که ما میتونیم بخریم. اونا یک فراری زیبا دارن، یه بنز جی تی، یه تسلا و اینا حتی یه پژو 207 سی سی داره. اما مشکلی با این ماشینا وجود داشت که من بیشتر به شما خواهم گفت و نشون میدم کدوم ماشین رو میخوایم بخریم. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید، وقت تلف نکنیم و ویدیو رو شروع کنیم. به بهشت ماشینا بچه‌ها، فقط نگاه کنید، میلیون ها ماشین دور افتاده وسط صحرا، نگاه کنید فقط بچه‌ها، فقط ماشینا رو نگاه کنید، چی ماشینا اینجا هستن. از بنتلی، یه بنتلی بچه‌ها، بدبخت بنتلی نابود شد آخه، میشه توش رفت؟ راه تو رفتن دیگه نداره، ایربگاشون ترکید، بدبخت ماشین دیگه. چی هست اینجا ماشین؟ اوه بچه‌ها نگاه کن چی پیدا کردم، یه جی تی، وای رنگو، جی وگن، بنتلی، بنتلی، جی وگن، جی وگن ها رو بعد وقت چی کارشو کردن، وی ای توربو، وی هشت جی وگن و یه رویز رویز. این رویز رویز زیبا رو نگاه کنید بچه ها، او این سپیشل ایدیشن هم هست، واه چا ام شیشو اینکه هیچیش نیست. تا نگاه کنید حتی یه بارباس جیپ، بارباس قشنگ که اینجا بچه ها فکر کنم آب شد. نگاه کنید توی این گرما بدبخت ماشین آب شد. بریم تویش رو نگاه کنیم بچه ها، این واقعا کاستومایز بارباسه. نگاه کنید ریزه کاری ها رو فقط نگاه کنید بچه ها، صندلی ها، چرم، همه شیش اینجا رو، سانروف و ماشین خداست، ماشین آرزوی هر کیه که گذاشتن اینجا نابود شده. بچه واقعا حیف این ماشینیست که اینجاست داره خراب میشه. ببین همه جا ریزه کاره کوچیک داره که واقعا شما میتونید بفهمید که همین ماشین هم کاستومایز باربوس، یعنی تویشه از باربوسه. خب بچه ما الان اومدیم تو اینجا. خب اینجا بیشتر ماشین های تصادفی، خراب، دور افتاده اینا دارن و نزدیک هزاران ماشین بچه ها فقط نگاه کنیم. و الان ما اومدیم یه ماشینی پیدا کردیم که میخوایم اول اینجا بیم چک کنیم. بخدا من اومدم الان شما رو خودم آوردم که بیم ماشین رو با هم چک کنیم چه شکلی، بیم موتورش کار میکنه قبل از اینکه بخریم. بچه وای بچه ها ایک شیشه، واه. حدس بزنید کدوم ماشینه، داخل کامنت بنویسید و داخل کامنت از کدوم ماشینا اینجا خوشت اومده. بچه ها اینجا بهشت عاشقان ماشینه بچه ها، بی نهایت ماشین، اصلا باورم نمیشه هر ماشینی که اصلا فکرشو کنید اینجا داره. ای اونجا یه 206 بچه ها، آر ای تو نگاه کنید چی کار کردم. وای مطبخ ماشین ترکید دیگه. خب دوستان بریم سر اصل مطلب. یه فراری 812 سوپر فست قرمز و خوشگل مدل 2019، یه بنز AMG GTS و یه پژو 207 سی سی پیدا کردم. اما اینجاست که مشکل شروع میشه. فراری و بنز هنوز توسط حراجی به فروش نرسیدن و زمان میبره، اما من چشمام رو روی اونها دارم و ببینیم میتونیم یکیشون رو بگیریم یا نه. 207 سی سی ماشین مورد علاقه ای نیست که شما رأی دادید، اما دنبال یه ماشینی میگشتید که بیشتر شما از من خواسته بودی پیدا کنم، بخرم و با هم بازسازیش کنیم.
اما یه مشکلی پیش اومد. دوستان ماشینه رو پیدا نمی کنی. اینقدر که ماشین اینجا زیاده به ما الان یه شماره دادن. پیدا نشه هیچ کنجا نیست. تو ماشین آمبولانس هم اگه دوست داشتید میتونید بخرید. اتوبوس کامیون همه چی هم دارن که اصلا اونت فکرش کنه ای رمه رو واه پیدا نمیشه ماشین. و اینجاست که یه اتفاق عجیبی افتاد. اینجا واقعا بزرگه و هزاران ماشین دارن. انگار یه شهر ماشینه. و بعد تو این گرما و وسط روز واقعا کار سختی بود پیدا کردن این ماشین. حتی رفتن سراغ چند نفر که اینجا کار میکنن. اونا هم نتونستن کمکمون کنن. واقعا یه چالش بود. فکر کردم ماشین رویاییمون رو نمیتونم پیدا کنم. اما وقتی دیدم که امیدم داشت به آخر میرسید و بیش از 5 ساعت گشتن این اتفاق افتاد. واقعا برای 5 ساعت اومدیم گشتیم اینجا. اینقدر که ماشین دارن اصلا پیدا نکردیم. ولی آخر سر تونستیم آخر ماشین رویاییمون، ماشینی که ما میخوایم بخریم پیدا کردیم. به ما کلیدش اینجا دادن و ما میتونیم قبل از اینکه ماشین رو بخریم چک کنیم. پس بیاییم الان ماشین رو چک کنیم با هم، ببینیم که چه شکلیه. الان یه دور تا دور بزنیم بچه ها رو. میبینید اینا ضربه هاش هم موتورش لاش. و بچه ما داریم این ماشین رو واقعا برای قیمت خیلی ارزون میخریم. خب و بچه ما حتی آخر فیلم هم بهتون توضیح میدیم که برای این ماشین رو برای چند میخواییم بخریم و چگونه میخریم. خب این ماشین رو که میبینید، خب اینجا رو آنلاک کنید بچه میبینید و الان خب بچه ها الان خوبیش اینه که باید که این ماشینه رو الان چک کنیم و قشنگ بیم الان این ماشینه رو این چی مشکل هایی داره. الان دوستان قبل از اینکه بیم الان ماشینه رو بگیریم، ما میگم الان یه اینسپکت میکنیم، یه چک میکنیم اینه آیا ماشینش خوب هست یا نه. خب همه چیزی که نگاه میکنیم این که میگه که تمامه. خب بعد از این که شروع کردم به بررسی ماشین رویاییم یه خبر بد دارم. به نظر میاد ماشین آسیب‌های آب دیده و همچنین شاید تصادف باعث آسیب دیدگی موتور شده. پس یه خبر خوب و یه خبر بد داریم. خبر خوب اینه که قیمت ماشین خیلی ارزونه، ولی خبر بد اینه که ممکنه خرج تعمیرات این ماشین خیلی گران تمام بشه. حالا باید ببینیم ارزششو داره که این ماشین رو بخریم یا نه. باید بیشتر ماشین رو الان با هم بررسی کنیم. اما شما اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ دی کامنت به هم بگید. الان ببینید این شاسیشه. خب ببینید که این سالمونش. ببینید این فقط خوبیش اینه که به این کراش بار ضربه خورد، ولی این خیلی مهمه. اگه این خراب بشه یکم خم بشه واقعا کار خداست که ماشین رو بتونی درست کنی. و رادیاتورش هم دیگه بعد عوض کرد. زیر ماشین هم نگاه کنیم زیرش. خب یه خبر بعد دیگه هم داریم. میتونید زیر ماشین رو ببینید که خیلی از قطعات ماشین گم شده و نیستن. پس به نظر میاد که برای درست کردن این ماشین کار بیشتری هم لازمه. این برام یه نگاه کنیم. این بدبخت مارک بنز بودش که گذاشته اینجا که سنسورش تو اونه. خب بریم الان چه بسته نمیشون. اینقدر که ضربه خوردهش که این کشید عقب که اینا شکون و خدا شد به شیشه ای ضربه ای نزد. میبینید اینجا ضربه هاشن. و الان بیاییم به چرخاش نگاه کنیم. چرخاشی که میبینید اینجا میبینید اوه 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 چی کار کردش، یا خواهد تصافه این اتفاق داد یا رنده بعد نبود اینقدر که زد خراب کرد. افکرم خواهد تصافه هست بیشتر. خب ما الان باید فرمون رو به چرخونه این که بتونیم چیزاشو ببینیم تو. خب الان یه پشتم یه نگاه کنیم.
BMC CD200 و او اینجا رو بیا نگاه کن. می‌بینید این همون لوگوش است. بابا بدبخت لوگوش هم نیست روش کن. اینا اومدن ماشینا رو اینا اومدن همون بیمه هست. خب اینا اومدن ماشینا رو تیک تیک کردن که ببینن آیا ارزش داره ماشین رو درست کنی و همه تیکاشو اینجا گذاشتن. پیداش کردم. آرمه بنزشو پیدا کردم. خب اینجا رو خب به پشتش هم ضربه خورد. الان بیام یه پایینش نگاه کنیم. خب یه سنسوراش که دیگه واو ببخشید. خب سنسوراش که تمام کارش اوه اوه. خب وایسا از اون طرف ببینیم اگزوزش که خود اوه فکرم اگزوزش رو باید عوض کرد. خب ولی به نظر میاد که این ماشین توی یه تصادف خیلی بد گیر افتاده و اون وسط بودش و میشه دید که همچنین زیر ماشین عقب ماشین آسیب زیادی دیده. پس یه خبر بد دیگه ای، اکثر ماشین ها حداقل از یه طرف چه از عقب یا فقط از کنار آسیب میبینن، اما این ماشین از عقب، جلو، کنار و حتی زیرش هم آسیب دیده. پس بیاید امیدوار باشین که خبر ناامیدوار دیگه ای نیاد. اما کوتاه بعد از اون خبر ناخوشایند بعدی هم در راه بود. این چراغا متاسفانه هم راستیه هم چپیه هم راستیه ترکید. خرج زیاد میشه. اینجا خب این هنوز دارن زیرش ولی اون کاور پایینش خراب شدش. کار میکنه؟ آره اینه کار میکنه. این 95 بنزین. خوب خانم این توی ماشین ببینیم. الان وقتشه که بریم داخل ماشین نگاه کنیم. بچه ها فرش AMG داره نمیدونم چرا. خب ماشین روشن کنیم. در آخر هم متوجه شدن که به نظر میاد موتور کاملا خراب شده چون توی آب بودش. واقعا این خیلی ناامید کننده بود برای ما. این یعنی هزینه بیشتری برای بازسازی و احتمالا زمان بیشتری، ولی ما اینجا فرش گنگ هستیم و شکست نمیخوریم و ما میایم با هم این ماشین رو از صفر به صد میرسونیم و سعی میکنیم که این ماشین دوباره بره توی خیابون و باهاش رانندگی کنیم. پس اگه جدید هستید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید چون قسمت‌های بعدی در راهه. ویدیو بعدی من شما رو میبینم. خدا نگهدار.